سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 دهه اخیر چه آسیب‌هایی به محیط زیست ایران وارد کرده؟ پژواک، آن سوی رویدادهای روز. با گذشت بیش از 14 دهه از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و دگرگونی در نگاه به مسئله محیط زیست در جهان طی این مدت، در ایران اما تحولی پدید نیامده. بحران آب و گسترش خشکسالی، فرسایش خاک، پسماندها، خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها، حتی از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش گرد و خاک، اینها از جمله چالش‌های عمده محیط زیستی در ایرانه. می‌شود گفت به طور کلی این روزها حال محیط زیست ایران خوب نیست. اما سیاست‌های جمهوری اسلامی و نگرش دولت‌ها به محیط زیست در ایران در این 14 دهه چگونه بوده؟ اجرای این سیاست‌ها یا باعث بروز آسیب به محیط زیست در ایران شده؟ چه راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ پاسخ می‌دهد. خیلی سپاسگزارم از شما آقای کرمی که دعوت پژواک رو قبول کردید. شما سیاست‌های محیط زیستی جمهوری اسلامی رو چطور دیدین در این 14 دهه؟ سیاست محیط زیستی نمیشه گفت. یعنی سیاست محیط زیستی اینه که شما برنامه دارید، هدف دارید و متناسب با اون سرمایه گذاری میکنید، هزینه میدید برای آنچه که به اصطلاح حالا مجموعه اهداف حفاظت محیط زیست، حفاظت منابع طبیعی یا حفاظت تنوع زیستی تلقی میشه. به واقع جمهوری اسلامی هرگز هدف کلان، یک سیاست گذاری و استراتژی کلانی برای این نداشته. هرگز نداشته. جمهوری اسلامی البته خب شما مثلا میبینید اون تحت تاثیر تب و تاب حالا اون آدمهایی که توی اون شورای مؤسسان بودن، نمیدونم اون نسل اولی که حالا مجلس بودن یا هر جا، توی قانون اساسی اشاره میکنن که بله در سیاست جمهوری اسلامی در اصل 50 قانون اساسی که هر گونه نمیدونم فعالیت عمرانی اقتصادی مقایر با محیط زیست ممنوع است و فلان، اما هرگز اینجوری نبوده. یعنی صرفا یک سازمان محیط زیست داشتیم که این سازمان وظایفش تقلیل داده شده بود به همون اداره شکاربانی بودن دهه 40. یعنی که یک حوزه هایی رو اینا به هر حال در مساحتی از کشور ما سی چیزی به تدریج افزایش بده. اون موقع کمتر بود، اون موقع فکر میکنم کمتر از 7% بود، بعد به تدریج شد 10%، تحت عنوان مناطق حفاظت شده و مناطق شکار ممنوع و قروق و اینها. اینجا سازمان محیط زیست مسئولیت مراقبت از اینها رو به عهده داشته. در بقیه اون پهنه دست کم 90% کشور سازمان محیط زیست مخلوع الید بوده. میشه مثال های متعددی زد. مثلا خب ما میدونستیم دلیل اصلی آلودگی هوا در شهرها انحصار بازار خودروه. سازمان محیط زیست هرگز نتونست کاری بکنه. ما میدونستیم که مثلا به فعالیت‌های نفتی در ایران چقدر مخرب و ویرانگر داره انجام میشه. هیچ وقت کاری نتونست بکنه. این همه تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی، تغییر کاربری به حساب عرصه‌های طبیعی، هیچ کاری نتونست بکنه. عرض کردم صرفا توی اون محدوده تحت مراقبت خودش بود. توی همون محدوده هم هر موقع وزارت راه خواست جاده کشید، وزارت مسکن شرک سازی کرد، میتونم اسم ببرم حتی اینا موارد رو، وزارت نفت لوله کشی کرد، تخریب کرد. شما میبینید ما تنها کشور دنیا هستیم، یعنی در تاریخ هم چه چیزی نبوده واقعا، که در کمتر از 40 دهه 90 الی 95% حیات وحشمون رو از دست دادیم. یعنی حتی توی اون محدوده هم حفاظتی نبوده. من خاطر من به جرات میگم جمهوری اسلامی سیاست ها یا اهداف یک کلانی توی حوزه محیط زیست نداشته هرگز. کمی بیشتر توضیح میدین راجع به همین مسئله که در واقع به قول شما نبود سیاست های محیط زیستی چه آسیب هایی زده به محیط زیست در ایران؟ یک موردش اینه که ما در کمتر از 40 دهه چیزی بوده بیشتر از 90% حیات وحشمون رو از دست دادیم. حالا این چرا 90%؟ این آمار دقیق داره، یعنی که ما سرشماری داریم سال 56، بعد سرشماری داریم سال 84، بعد سرشماری داریم دیرتر توی مهمترین زیستگاه‌های جانور. این یه نمونهشه فقط. ما سالهاست توی فرسایش خاک جزو کشورهای اول دنیا هستیم. به واسطه فرسایش خاک یه بار برآورد شده بود ایران رو سالی 2 میلیمتر داره فروتر میره. سالی 2 متر از سطح روی ایران داره شسته میشه و با باد یا با جریان و آب میره، از کشور خارج میشه. ما سالهاست توی بیابانزایی به واسطه مؤلفه انسانی، حتی خود منابع دولتی میگن کشور اول. حالا اگه نگیم کشور اول، حداقل جز 3-4 کشور اول دنیا هستیم. یعنی ما جز 3-4 کشور اول دنیا هستیم که خودمون داریم بیابانها رو گسترش میدیم. فرسایش خاک، بیابانزایی، تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی، مساحت جنگل‌ها،
توی نقشه های فاو، اون چیزی که ما تو نقشه های فاو به اصطلاح قابل بررسی اینه که سال 56-57 ما بیشتر از 22 میلیون هکتار جنگل داشتیم. الان واقعا جنگل واقعی در ایران بیشتر از 7-8 میلیون هکتار نیست، گرچه حالا منابع دولتی اون موقع رو میگن 18 میلیون، این موقع رو الان میگن 12 میلیون که تعدیل کنن، ولی آمار فاو و چیز دیگر رو میگه. یعنی مثلا مساحت جنگل های ایران خوشبینانه نصف شده، بدبینانه به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرده. به هر حال اینها آثار این بوده که جمهوری اسلامی عرض کردم هدف کلانی تو حوزه محیط زیست نداشته. به نوعی بازم برگردیم پس به پرسش اول آقای کرمی، خاک ایران شسته بشه، جنگل نابود بشه، خدمتون عرض بکنم که گرد و غبار و آلودگی هوا و همه اینها در نهایت دامن مردم ایران رو میگیره، چه مسئول چه مردم. پس چرا واقعا در این یک فقره که خود نظام همونطور که گفتید برای حفظ خودش از هر چیزی بیشتر مایه میذاره، چرا در این مورد کاری انجام نمیدن، رویه ها رو تغییر نمیدن؟ حفاظت محیط زیست به راحتی رخ نمیده. یک، سرمایه گذاری کلان میخواد. دو، شما باید از راحتی امروزتون بزنید. یک جور اصلا حفاظت محیط زیست یک جور سرمایه گذاری پس اندازه. خب مگه پس انداز خود به خود رخ میده؟ شما باید بخشی از راحتی و تنعم امروزتون رو ازش چشم فرو بپوشید تا یک چیزی رو برای آینده ذخیره کنید. این میشه پس انداز. حفاظت محیط زیست یک جور پس اندازه. جمهوری اسلامی اینها حریصانه از روز اول میخواستن ایران رو مصرف کنن. یعنی اهداف دیگه، اولا که در اهداف حکومتی داشتن، یعنی مثلا اولویتشون حفظ نظام بوده، هیچ اولویتشون حفظ ایران که نبوده، هرگز اولویت توی این حوزه نداشتن. من یه مثال بزنم براتون. مثلا در دوری که قالیباف شد شهردار، اون موقع خیلی وضعیت ترافیک حاد شده بود و گفته میشد که تهران به زودی قفل میشه، و خب اصلا این بود، چند بار پیش اومده بود قفل شدن شهر در یه جاهایی باعث شد که مردم از ماشینا بریزن بیرون و تظاهرات کنن و اینها، و قالیباف که یک آدم امنیتی بود گفتن نذار شهر قفل شه. رفت چیکار کرد؟ اومد آینده شهر رو فروخت، مثلا مسیر باد قالیب و فروخون تو شمال غرب تهران اجازه انبوه‌سازی و بلند مرتبه سازی داد، یا اومد شهر رو با اتوبان سازی افراطی، اتوبان‌هایی که اساسا جاشون بیرون شهر باشه، ورد وسط شهر، شهر رو به مجموع جزایر متفرقی که ارتباط ارگانیک با هم ندارند تبدیل کرد تهران رو. تهران بی آینده شد، ولی مشکل امروز جمهوری اسلامی حل شد. یعنی ترافیک قفل نشد، مردم بریزن از خیابونا بیرون مثلا شعار بدن اینا، ولی شهر بی آینده شد. یعنی قبلا شما خاطرتون هست نمیدونم تهران یه بارون میبارید یه روز دو روز هوا خوب بود، الان نه، دو ساعت فقط هوا خوبه، چون مسیر باد غالب و توان خودپالای شهر از بین رفته. به همین خاطر جمهوری اسلامی اولویتش بقای خودش بوده، الان هم اولویتش بقای خودشه. شما این برنامه اتمی رو ببینید، اینها فقط بقای خودش و هرگز اولویتی برای حفظ محیط زیست نداشته. خب اگر مسئولان اولویت ندارن برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی در ایران، کاری از دست مردم برمیاد. منظورم اینه که میشه با مشارکت عمومی به نحوی میزان آسیب ها در حوزه محیط زیست رو کاهش داد؟ مشکلات محیط زیستی رو میشه دسته‌بندی کرد. یعنی نخست اینکه هر جایی، هر چشم‌اندازی مشکلاتش مخصوص خودشه. یعنی مثلا مسئله مثل زباله ممکنه در یه جایی مثل اسکاندیناوی مسئله نگران کننده ای باشه، ولی در یه جایی مثلا مثل مدیترانه ممکنه مسئله تغییر اقلیم مثلا مسئله اصلی باشه. یه جایی نابودی پوشش گیاهی مسئله اصلیه، یه جایی مثلا تغییر کاربری زیستگاه‌های جانوری مسئله اصلی. بعد مشکلات اصلی چیه؟ مردم اون چیزی که توش نقش دارن عمدتا انتشار آلودگی هاست، مثلا مسئله زباله است، مثلا مصرف بی‌رویه است یا اینها، ولی مشکل اصلی محیط زیست ایران الان اون نیست. یعنی مشکل این که مثلا تغییر کاربری میدن جنگل ها رو، این که پوشش گیاهی داره نابود میشه، این که داره فرسایش خاک داره به اصطلاح به این صورت مشکل پیدا میکنه، یا برای اون پروژه مخرب مثلا کشاورزی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی سد سازی میشه، اجازه حفر چاه داده میشه، اینها رویکردهای کلان حاکمیت بوده که براش هم اتفاقا استراتژی داشته. یعنی مثلا خودکفایی کشاورزی یک برنامه نظامیه، یک برنامه میلیتاریستیه، میگفتن ما میخوام جنگ کنیم، بعد محاصرمون میکنن، ما اون تو غذا اگه داشته باشیم کاری نمیتونن بکنن، پس بریم دنبال خودکفایی کشاورزی. تغییر این رویکردهاست که میتونه محیط زیست رو نجات بده، و تغییر این رویکردها کار مردم نیست. چیزی نیست، شما مردم چی آموزش بدیم؟ بری تو مدرسه به بچه بگی بزرگ شدی سد نساز، بزرگ شدی دنبال خودکفایی کشاورزی نباش، دنبال مزیت‌های نسبی اقتصادی کشور باش. این یعنی من بارها در این مورد گفتم، محیط زیستی ها پشت دیوار سیاست گیر کردن، مردم هم پشت دیوار سیاست گیر کردن، نمیدونن چه باید کرد. نهایتاً به من آخرین پرسش آقای کرمی، با ادامه این روند
اگر تغییری درش ایجاد نشه، که ظاهراً البته به نظر میرسه همونطور که شما اشاره کردید چون اولویت مسئولان نیست احتمالاً تغییری هم درش ایجاد نمیشه، چه چشم اندازی رو میبینید برای آینده محیط زیست ایران؟ بدترین وضعیت اینه که عرصه زیست ایران داره کوچیکتر میشه. یعنی ما یک عرصه‌های بزرگتری داشتیم، در دشت‌ها زندگی می‌کردیم. بزرگترین شهرهای ایران و قدیمی‌ترین شهرهای ایران توی دشت واقع بودن. ما خیلی مردم کوهنشینی نبودیم. کوه مال عشایر بود که کوچ می‌کردن اینها. ولی در ارتفاعات شهرهای بزرگ اینها نداشتیم. ما اتفاقاً خیلی مردم دریانشینی هم نبودیم. ما جهت تمدن دریایی مثلا فوق‌العاده‌ای نداشتیم. ما مردم دشت‌نشینی بودیم. دشت‌های ایران دارن به عرصه‌های غیرقابل سکونتی تبدیل میشن. مردم هی دارن هجوم میارن به این پایکوها، شهرهای پایکوهی دارن رشد میکنن، دشتها دارن به طریق غیر قابل سکونت میشن. این عوارض و پیامدهای بسیاری داره، ولی مهمترینش اینه ایران در اصل داره مثل یخ آب میشه، داره به کشور کوچکتری تبدیل میشه. مرزها سر جاشونن، ولی اون تو توی مرز ایران داره کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه. این باعث میشه که عرصه زیست کافی برای جمعیت ایران وجود نداشته باشه. اونهایی که باید مهاجرت کنن روز به روز تعدادش بیشتر بشه. اونهایی که میمونن روز به روز بیشتر درگیر تنش‌ها و اصطکاک‌هایی میشن که به هر حال امکان یک زیست سالم و مفرح رو برای اونها محدودتر میکنه. حالا جهت اصلی تأسف اینجاست که این موارد اثر ماندگار داره. یعنی مثلا جایی که به بیابان تبدیل میشه ممکنه تا ابد نشه دیگه کاریش کرد. زیستگاهی که از بین میره آسفالتش میکنن دیگه اون تا ابد همونه و این جز آثار مشاهد بقیه آثار جمهوری اسلامی رو بعدن بشه جبران کرد، ولی این چیزی که میشه گفت شاید متاسفانه جبرانش. بسیار سپاسگزارم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو نروژ. شلر حقانی فر از طرف خودم و رضا اکبریان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک رو از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.